سلام عرض میکنم ابراهیمی عزیز. جناب ابراهیمی، صوتهای شما رو با تمام وجودم گوش میکنم و از قاطعیت و اعتقادی که در پس این گفتارها وجود داره به آدم حس میکنه من لذت میبرم. اما در گفتارتون همیشه دنبال پاسخ برای سوالات خودم میگردم که هرچه پیش میره متاسفانه کمتر پیدا میکنم و دلیل اون هم البته دلیل اینکه همراهان از گذشته های دور تا حال اگر بر اثر پیامی بر اثر آوایی تهییج شدن و گامی به جلو گذاشتن و متاسفانه به خاطر اینکه این سوال ها پاسخ داده نشد چند گام به عقب برگشتن و هیچ حرکت منسجمی وجود نداشت، به دلیل اینکه این سوالات به درستی پاسخ داده نشد یا حداقل در بضاعت تفکر همراهان پاسخ داده نشد. در نتیجه من وام میگیرم از کلام یرومه. حالا چرا میگم یرومه؟ به دلیل اینکه الله رو نمیفهمم و آقایی که شما میگید رو باز مراتبش رو درک نمیکنم. به خاطر همین اجازه بدید که من یرومه صدا کنم، چون سالهای سال حتی اگر معنیش رو ندونیم این رو تکرار کردیم و یا ایشان خطاب خواهم کرد. اجازه بدید از صحبت‌های ایشان من وام بگیرم که گفتن آدمی باید از یک شک منطقی به ایمان برسه و من رو همون شکاک فرض بکنید که اگر در سؤالم خلاف اعتقادات شما کلامی هست پوزش میخوام، به دلیل اینکه همون شکاکی در من همچنان متاسفانه وجود داره. البته میخواستم گلگی کنم از حضورتون به خاطر اشاره به اون فایلی که من برای آقای صرافنیا فرستاده بودم. در گفتارهاتون یا به نام اشاره کردید، نام من و یا به اون فایل اشاره کردید و نتیجه‌ای که همون موقع گرفتید چندان خوشایند نبود و درست نبود، اما من بازش نمی کنم چون طولانی میشه صحبت. فقط اجازه بدید من این دو سوالم رو مطرح بکنم. ببینید، انسان‌ها برای کسب یک مرتبه در طول زندگیشون نوعی زندگی رو پیش میگیرن و مراتبی رو طی میکنن تا به اون مرتبه برسن. به عنوان مثال ما به یک دکتر، به هر کسی دکتر نمیگیم، مسلما باید تحصیلات خاصی رو انجام بده بکنه و بعد کارهای خاصی رو بکنه که کلاسیک این کارها، تا به مرتبه پزشکی برسه یا PhD برسه، در هر زمینه ای دکترا بگیره. ما به هر کسی نمیگیم معتمد محل. یک شخص باید در طول زندگیش اونقدر اعتماد مردم رو جلب کنه تا بهش بگن معتمد محل. ما به هر کسی نمیگیم مرشد. باید نوع زندگیش و رفتاری که در جامعه انجام میده به جایی برسه که بهش دیگران بگن مرشد یا پیر یا هر مرتبه دیگری که شما فکرشو بکنید مستلزم دلائلیه که شخص به اونجا برسه. وقتی یرومه میگن که صاحب با شما سخن میگه و باید انجام بدید، این یک چیزی رو در ذهن من به وجود میاره که خب فرعون هم همین حرف رو میگفت، میگفت من خدای شما هستم و هر اون چی میگم باید انجام بدید. آیا این اقتدارگرایی به وجود نمیاره؟ یا اصلا
چه مرتبه‌ای، چه نوع زندگی، چه حرکت‌هایی ایشان انجام دادن تا به جایی برسن که شما بهش صاحب بگید، بهش خالق بگید. آیا ساختن 73,000 تکنیک ترکیب عکس‌العمل سازی کافیه برای اینکه انسان صاحب بشه، صاحب کل آفرینش بشه؟ آیا سخنانی که اشخاص عادی مثل من نمیفهمن، گفتنش، صرف این را گفتنش باعث میشه که شخص خودش رو خالق حساب بکنه؟ آیا مراتبی که در وجود خودشون احساس میکنن باعث میشه که خودشون رو صاحب نشان بدن؟ خب ایشان یا هر کس دیگه میتونه بگه که من صاحب هستم، همونطور که خیلی ها تو این مدت، حداقل تو این چند سال اخیر، خودتونم میدونید که ادعای امام زمانی کردن. البته خب یارومه که ادعای امام زمانی نکرده، ولی ادعای امام زمانی کردن و بعد سر از زندان و اینا در آوردن. در هر صورت ادعا بوده، چون در پس اون ادعا باید اقتداری باشه که نبوده در این آدم ها. اگر ایشان خودشون میگن خب کاری نداریم، ولی اینکه شما به ایشون میگید، شما در یرومه چه صفاتی دیدید، چه حرکت هایی دیدید، چه نوع زندگی دیدید، نمیدونم چی دیدید که به ایشون صاحب و خالق میگید، اینا رو برای ما بازگو کنید لطفا. این همون پی اوله جناب ابراهیمی، که اگر خشت کج گذاشته بشه تا ابد کج میره. این رو هیچ کس پاسخ نداده درست حسابی، که آدمی مثل من بتونه درکش بکنه که چطور میتونه. البته خب وقتی من پذیرفتم که ایشان صاحب و خالق هستن، اصلا دیگه بعد از اون تفکری نمیمونه، باید انجام داد هر اونچه که ایشان میگن. ولی تا پذیرفتنش چه مرتبه ای هست، باید تفکر باشه یا نه. ایشان در جایی از آواشون به شخصی که سوال میکنه، اون سوال کننده میگه من فکر میکنم، که یرومه برمیگرده میگه شما حق ندارید فکر بکنید، چون فکر شماست که جهان رو به اینجا رسونده. اینکه حق ندارید فکر بکنید، این یک حالت دیکتاتوری کامل رو داره ایجاد میکنه. انسان و تفکرش، انسان اگه ازش تفکر رو بگیرن دیگه ازش چیزی نمیمونه که. اینها، حالا من باز رد نمیکنم این ماجرا رو، من میگم نمیفهمم شما طوری با من صحبت بکنید و طوری درکتون رو از این موضوع که ایشان صاحب هستند و خالق هستند بفرمایید که من متوجه بشم. این یک سوال. سوال دوم اینه که شما در صحبت هاتون، در صوت هایی که میذارید، در جایی گفتید که انسان باید از بعد زمان خارج بشه تا بفهمه زنده بودن یعنی چی. یا اصلا شاید این دوتا رو من جاهای متفاوتی شنیدم، همین که انسان باید از بعد زمان خارج بشه. شما بفرمایید که چطور از بعد زمان خارج بشه، روشتون چیه، برای همراهان چه روشی رو پیشنهاد میکنین. به عنوان مثال یوگیس میاد مدیتیشن رو پیشنهاد میکنه برای بی ذهنی و تبلور صورت حالا خالق در ذهن بدون دیتای اون شخص، چون میگن باید تمام دیتای گذشته رو از ذهنتون پاک بکنین، به خالی بودن برسین تا حقیقت در اون شکوفا بشه. خب اونا این روش رو پیشنهاد میکنن، همونطوری که بودا چنین کرد تا به قول خودشون به روشن بینی رسید. ادیان میان نوع خاصی، هر کدوم نوع خاصی از عبادت رو پیشنهاد میکنن، نوع خاصی از دعا رو پیشنهاد میکنن. هر مکتبی اومده برای خودش یه چیزی رو، برای اینکه وسعت بگیره و درک کنه اون چی که راهبرشون میگه،
پیشنهاد کردن، دعا کنید، ذکر بگید، نمیدونم مدیتیشن کنید. حالا شما خواهید گفت که همه اینا تجربه شده و ارزشی نداره. بسیار خوب، اون چی که تجربه نشده و شما توسط اون به درک رسیدید، به درکی که به ایشون میگید صاحب و خالق، چی بوده؟ حالا نمیگم که مثلا قسمی نیست که بگم جناب ابراهیمی شما از چه راهی رسیدید، نه، این راه حتما یک راه ثابتی داره دیگه. اون راه رو بگید به همه همراهان که بتونن توسط اون آواها رو بهتر درک بکنن و بتونن از بعد زمان همونطور که شما میفرمایید خارج بشن. صرف سخن گفتن و به اصطلاح کلمات ارزشمند، یعنی البته کلمات ارزشمند یعنی مطالبی که شما میفرمایید، صرف گفتنش راهگشا نیست جناب ابراهیمی. مثلا شما تو صحبتاتون معمولا میگید خب باید رفت، باید جلو رفت. این جلو کجاست؟ نشانه های جلو کجاست؟ صحبتاتون یه خورده اگر روش شما پیشنهاد نکنید، فقط نصیحت گونه است صحبتاتون، که مسلما حرفای خیلی قشنگی زده میشه و به سالم زندگی کردن انسان ها کمک میکنه، اینو میپذیرم. اما اگر قرار باشه که صحبت های شما گویای راهی باشه و اون راه ظاهرا آخرین راه انسان هاست، باید خیلی عمیق‌تر و با چشم‌اندازهای کاملا واضح و با روش‌های کاملا روشن ارائه بشه که ما چه کنیم که جلو رو درک بکنیم که چی هست و با چه روشی میشه از بعد زمان خارج شد. مثلا در صحبتاتون از ایشان صحبت میکنید که تنها به شما گفتن که من از تمام این عالم خارج شدم با سرعتی حدود، حالا شما مشکوک بودید به این تعداد صفراش که 645 یا یه همچین عددی، حالا این عدد رو اصلا مطرح نکنید چه کاستی به وجود میاد در صحبتاتون، چون چیزی که مشخص نیست اصلا نگفتنش بهتره. حالا 100 تا صفر نباشه، 500 تا صفر باشه، چیزی که به درک ما نمیرسه چه ارزشی داره؟ حالا اینکه اصلا واقعا ایشان از کل این عالم خارج شدن یا نشدن نه قابل اثبات، نه قابل درک. لطف کنید یک دلیل اینکه ایشان چرا صاحب هستن رو به من بگید. دو، راه و روشی که ما رو از بعد زمان خارج میکنه رو لطف کن مطرح کنید. ممنون میشم از لطفتون. تشکر از اینکه گوش کردید. سلام خدمت شما آیه جوادزاده و بقیه دوستان. شما البته خب در ظاهر دو تا سوال داشتید که انشالله بتونم جواب بدم، ولی کل مطالبی که من شنیدم شما فرموده بودید درش سوالات زیادی مطرح بود، گاهی اوقات به صورت انتقاد بود و گاهی اوقات هم دیگه کاملا سوال بود، ولی شما دو تا سوال رو فرمودید، من سعی میکنم که از اون انتقادات و چیزهایی که سوال بود و شما مطرح نکردید و فقط گفتید دو تا سوال هست، اونها رو من ازش سریع نکته هایی رو عرض میکنم و عبور میکنم تا این دو تا سوال شما رو انشالله جواب بدم. ببینید، به من ربطی نداره شما بفرمایید که یارومه بگید، صاحب بگید، معلاه بگید، مالک، هر اسمی که دوست دارید، این اختیار شما هست، اندیشه شما هست، طرز تفکر شما هست، فهم شما هست
و به من ربطی نداره، من هم نمیتونم دخالت یا خدای نکرده فضولی کنم یا قضاوت حتی کنم که آقا این چی هست و اون چی نیست. شما خدای نکرده بی احترامی که نکردید. یارومه خب ما یه زمانی در خدمت ایشون هم بودیم، من فقط یک بار یادم میاد کلمه آقا رو به کار بردم، اونم در یک داستانی بود که گفتنش صحیح نیست در خود بیمارستان، ولی خب حداقل شما هم شاید شاهد بودید یا آقای وادی خیلی دیگران. ما هر جا می رسیدیم با لقب یارومه خطاب می کردیم و چون در ارتباط با کانکو بود و تمرین ها و این ها با آقای صراف و دیگران کار می کردیم، خب ما به آقای صراف بیرومی می گفتیم، آقای جلال ساچمه بود و دیگران، و به خود راهبرم کلمه یا لقب یارومه رو که فرموده بودن اون رو میگفتیم. و همین خاطر به من ربطی نداره خدا نکرده بگم شما چرا یارومه میگید یا هر شما هر اسمی دوست دارید بگذارید، اصلا بگید رفیق من هست یا اصلا خیلی راحت بگید میرزایی یا ابراهیم، به من ربطی نداره. اون برمیگرده به تفکر، درک و اعتقادات شما و من نمیتونم تو اون دخالت کنم یا خدای نکرده حکم کنم. این یک. شما فرمودید که در یک جایی فرمودید که باید در آواهای لس آنجلس باشه که شما شنیده باشید، گفتید که یه فردی مثلا گفته که من اینجوری فکر میکنم، آقا مثلا فرمودن که نه شما حق ندارید این فکر رو کنید. نه خیلی همچین چیزی اصلا نیست، من شما رو ارجاع میدم مجددن اون رو گوش کنید و برای من هم اگر هست بفرستید که مجدداً یادآوری میشه هم برای شما هم برای من که ایشون هیچگاه نفرمودن که شما حق ندارید فکر کنید، اصلا یه همچین چیزی نیست. شاید برداشت شما اینطور بوده یا صوت کامل دقیق نبوده به اشتباه شنیدید. من خواهش میکنم اون رو برگردید و برید ببینید. و اینکه شما برداشت کردید که مثلا خب ما بازم اینو برمیگردونیم به همون اشتباهی که در حالت شنیداری شاید شما پیدا کردید که میگید که خب این یعنی دیکتاتوری، این یعنی فرعون هم همین رو میگفت، دست که این قیاس مل فارغ هست. شما فرعون رو نمیشناسید آقای جواد زاده. فرعون خب در قرآن به صورتی تشبیه شده، یه داستانهایی ازشون عنوان شده که هم شما میدانید هم من. در مصر اینها پادشاهی داشتن، فرمان روایی میکردن در قرون متمادی و فراعنه زیادی وجود داشتن، به همین خاطر مشخص نیست کامل تا این جایی که من میدونم این اطلاعی که شما دارید که اون کدوم فرعون بوده که اسمش در قرآن اومده، چون اینها فراعنه بودند و فرعونهای مختلف. حالا یکیش مثلا پدرخوانده مثلا حضرت موسی بوده که ایشون رو بزرگ کرده و اینها، به همین خاطر حالا اون داستان فرعون به جای خودش، این تاریخ فرعونیان به جای خودش که چه اندیشه و چه تزی و چه سیستمی داشتن، همشون بد نبودن. و اینجا در قرآن اگر صحبت از فرعونیت میشه، فرعونیت یه صفتی است که در من و شما هم هست. این نیست که فکر کنید یه کسی هستش که مثلا بویا بوده ایم، نه خیر. هر جا که ما اون من کاذب رو به وجود بیاریم، مثلا اینو خدمت شما عرض میکنم، آیا تکبر چیز خوبی هست یا نه؟ برای من نوعی خیلی بد هست، چون من خب میدونم که به هیچی بن نیستم، چیزی ندارم، هیچی مطلقم. دیگه تکبر داشته باشم عین جهل و واقعا نادانی است.
اما همین تکبر یکی از صفات خداوند است. جباریت برای من که بگن آدم جباری خب خیلی بده، اما یکی از صفات خداوند جباری است. پس ببینید، اولا که ما باید حواسمون جمع باشه که منظور از فرعون در قرآن چه هست و اون منیت فرعونی اصلا یعنی چه. اینی که یک فرعونی برگرده بگه من هستم، حرف بدی نزده، خیلی هم به جا گفته. این اناالحقی که جناب آقای مرحوم حلاج زدن فرقی نمیکنه. آقای فرعونم میگه منم هستم که خدای زمین و آسمانم. جناب آقای مولانا برمیگرده میگه نمیدونم پیر منم و جوانم منم، همه عالم اصلا من آوردم، اصلا همه عالم در من میگنجه ولی من خودم در عالم نمیگنجم. و خب عرفای بزرگی بودن، افراد بیشتری بودن. پس ما حواسون باشه که خدای نکرده شما یک مطلبی رو به اشتباه برداشت کردید و این اشتباه رو ادامه دادید تا اینجایی که حتی اومدید به یارومه میگید که میشه فرعونیت پس اگر این طور باشه. نه خیر، اصلا اون قضیه از چیز دیگری است. اصلا اون مطلبی که اونجا میفرماین که همین فکر شماست که جهان رو به این روز انداخته، اون چیز دیگری است. این فرعونی که شما میفرمایید چیز دیگری است. اونجا اصلا منیتی در کار نبود، اونجا هدایت بود. وگرنه اگر ما بخوایم به این شکل حساب کنیم، خب باید بگیم نمرود. خب نمرود هم همین داستانه داشت، تا اونجایی که حضرت ابراهیم رو میخواست بندازه تو آتیش و با بت پرستیش و هرچی، اونم منم میکرد، اونم میگفت همین چی دست منه. پس اون چیزی که در قرآن ما شنیدیم یا در داستانها به عنوان فرعون و نمرود و و و کسای دیگه، اینها در اصل صفاتی است که در خود ما هست. شما اگر رجوع کنید به مطالب دانشکده که در ارتباط با پزشکی و مطالب دیگه می‌فرمایند که آقای محجوب در گروه مثل این که قرار دادند، در اونجا صحبت از کشف جان بود. به همین خاطر هستش که حتی آقای محمد رضا شاه رو که به رحمت خدا رفته، ایشون رو هم میاره و اون داستانش که زایاتی که برداشته بود، زندانها درست کرده بود و و میگه چون به کشف جان نرسیدند. وقتی ما به کشف جان برسیم، همین بیماری ها، همین فرعونیت ها، نمرود ها، شک ها، جهل ها، این که من بگم یارومه شما بگیم من، همین ها میری کنار. ما مشکلمون در کشف جان هست. خب از اینم گذشت میکنیم و خواستم این خدمتون عرض کنم که قیاس مال فارغ بود و صحیح نبود و در اصل فرعون در وجود خود ماست. وگرنه فراینه خیلی هاشون اگر برید، بعضی از اینها رو حتی اشتباه هم به عنوان مسیح میشناختند. اگر خوب غور کنید در تاریخ اینو متوجه خواهید شد، مخصوصا در ارتباط با داستان سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، که نه اون داستانی که اون آقا نوشت و به رحمت خدا رفت، نه کتاب اصلیشو اگر که ترجمه شده است، اون ذبیح الله منصوری ترجمه کردن، مرحوم ذبیح الله منصوری، ولی کتاب اصلش که هستش در موزه خود مصر، اون رو اگر به اصطلاح بتونید یه طوری متونش رو به دست بیارید، مشخص میشه بعضی از این فرعونه خیلی هم خوب بودن، انسانهای بسیار باهوشی بودن و یک تمدن غنی داشتن که اون اهرام مصر و اون علوم غریبه‌ای که به اصطلاح داشتن، دانشمند امروزی هم حتی نتونستن هنوز حلش کنن و به صورت معما مونده و چه داستان سرایی که براش ایجاد نشده. این رو هم حالا ما خدمت شما عرض کردیم. تا اینجا بریم سر اصل موضوع. من میخواستم
دو تا سوال رو الان جواب بدم، شاید هم الان جواب بدم، چون تازه دارم شروع میکنم و در خدمت شما هستم و دوستان. اما نیتم بیشتر بر این بودش که چون چند تا از دوستانم سوال کرده بودن در ارتباط با زمان که توضیح بیشتری میخواستن، یکی از دوستانم سوال کرده بود که چطور شده که مثلا اون حیوان درازگوش، حمارش یا اون خرش پوسیده شده بوده و استخوانی ازش بیشتر باقی نمونده بوده و فقط ولی غذای اون که اونجا بوده سالم مانده بوده. من میخواستم این رو برای جلسه 13 بذارم، حالا یا در همینجا عرض میکنم خدمتون یا در جلسه 13، چون چیزی که شما سوال کردید این هست که ما چطور میتونیم خارج بشیم و من همین رو میخواستم در جلسه 13 عرض کنم. ولی خب ابتدا میرم سر اون سوال اول شما که ما از کجا مطمئن بشیم که صاحب هست یا مالک هست. من اولین سوال شما رو در حد بضاعتم جواب میدم، بعد اگر شد سوال دوم شما رو هم چشم. در ارتباط با سوال اول شما آقای جواد زاده، دوستان، هر پیامبری که آمد، هر پیام‌آوری که آمد، وقتی از اون ارتباط خودش با خالقش اومد سخن بگه، خب او رو دیوانه و و و و چه مخالفت هایی که باها شروع نشد. هر وقتم از هر کدوم اینها سوال کردن که آقا شاید خودت داری اینو میگی، شاید اصلا تو واقعا هم دیوانه شدی. و جالبتر اینه که همه این بزرگان در ظاهر جزء امیترین مردم بودن، یعنی کسایی که به هیچ عنوان روشون حساب نمیشد مگر چند تایشون که خب مثلا پادشاه بودن، مثل حضرت سلیمان، مثل حضرت داوود، برقیا یا یه سری دیگه. ولی اکثر اینها در جامعه به حسابم نمی اومدند. شما مثلا نگاه کنید به حضرت مسیح سلام الله علیه، ببینید حتی مثلا به مادر شریف ایشون چه تهمت ها که نزدن، یا به خود ایشون و چه بلاهایی که سرشون نیوردن. چه کسانی هم اینها رو به این روز و با این ناسزاگویی ها و اعمال زشت خطاب نه، کسانی که خودشون اهل دین بودند، به اصطلاح اهلیت داشتن در کتاب و دین، و همون ها می اومدن و مخالفت می کردن، نه عموم جامعه، نه مردم کوچه و بازار، اتفاقا کسانی می اومدن مخالفت می کردن که اینها مدعیان دین بودن، مثل مدعیان دین ابراهیم، مثل مدعیان دین موسی و همینطور تا مدعیان دین اسلام. مدعی بودند، فهمی از دین نداشتند. در هر دوره و هر زمانی هم که شد، این مدعیان دروغین در همه ادیان فقط شروع کردند از خودشون فتوا دادن، فتاوای زیادی رو دادند، تمام فتاواشون هم فقط به خاطر نفسشون بود. چرا؟ چون از نفسشون هم شکل گرفته بود. و هرگاه هر عزیز و پیامبری آمد که فتاوای اینها رو نشون بده که چه هست، باش مخالفت کردند. چرا؟ چون تمام اون سودجوییشون در همون فتواهای ضد انسانی و ضد عقلیشون بود. به همین دلیل، چون میخواستن منافعشون رو از دست ندند، تفکیر میکردند پیامبران رو. هر نوآور و نواندیشهی رو میکوبیدند، چون میدونستن منافعشون به خطر میفته. هیچ کدوم یک از اون ملایان ادیان
اون فهم و شعور خود اون پیامبران رو نداشتند، فقط شنیده بودند و برداشت های خودشون رو جای حق گذاشته بودند و تا امروز هم حال روزش رو میبینیم. پس اگر امروز شما کلمی رو میارید به نام صاحب، مالک، ملا و در شک دارید و میگید من نمیفهمم، درستم میگید که نمیفهمید و نبایدم بفهمید. چرا نباید بفهمید؟ به خاطر اینکه به سر ریختن تطهیر وجود نگردید. شما تمام اطلاعاتت رو از اون ملایان ادیان هنوز با خودت به یدک میکشی، هنوز پاک و رها نشدی، محکم شما چسبیدید به همون چیزهایی که یاد گرفتی، یک جا نیومدی صادقانه بریزی و زانوی ادب به زمین بزنی و فقط گوش باشید و بفرمان، بلکه هرگاه سخنی وارد شد، مطلبی از سوی ایشون وارد شد، نه شما بنده، دیگران متاسفانه بلافاصله حمله کردیم به گذشتمون از داخل اون چمدانهایی که پوسیده بود، مطالبی رو آوردیم تا اینها رو بیایم در ترازو بذاریم با مطلبی که ایشون می‌فرمایند. اگر با اون چیزهایی که ما در چمدان ذهنمون داشتیم جور در میومد، میگفتیم خب درسته، وای اگر یه خورده از شعور ما بالاتر صحبت میکرد، وای اگر یک مقدار از درک ما بیشتر سخن میگفت، بلا فاصله انکارش میکردیم، بلا فاصله جلو جبهه میگرفتیم. اگر ما امروز درکی از صاحب نداریم، درکی از ملاح نداریم، درکی از الله نداریم، چون به سر ریختن نکردیم، هر وقت به قول حضرت مسیح هیچ کس به ملکوت در نمیاد مگر دوباره متولد بشه، یعنی یک کودک بشه، معصوم. معصوم به این نیست که اینها میگن 14 معصوم داریم. یک انسانی که به سر ریختن تطهیر وجود میکنه معصوم هست، هیچ چیزی در ذهن نداره، فقط میاد میشینه و یاد میگیره و یاد گرفتنش با دیدنش یکی میشه. ما هر وقت آمدیم ببینیم دوست من، بلا فاصله اون عینک های مختلفی که از برداشت های خودمون در طول تاریخ داشتیم اون رو به چشممون زدیم و ادب نشدیم و ادب نشدیم و ادب نشدیم و تربیت نشدیم که اگر قرار بود ما به اون چمدان ها سر بزنیم، پس چرا در هر برهه یک انسان کاملی می اومد، یک پیامبری می اومد و دنیای گذشته رو فرو می ریخت؟ برای اینکه ما یاد بگیریم به گذشته بر نگردیم، فرزند زمان خودمون باشیم، بتونیم درک کنیم صاحبمون رو، نه اینکه بریم کتاب ها رو زیر رو کنیم، قرآن رو این ون اونور بکنیم، کتاب های قدیم رو بیاریم بالا، از 4 تا فیلسوف و دانشمند و ایکس ایکس سراغ بگیریم، متونشون رو در بیاریم، بعد بیاییم وقف بدیم ببینیم چی میفرمایند. نه، یک بار اوریان بریم بشینیم، یک بار همچون کودکی که هیچی نمیدونه، اگر بهش بگن این ماه نیست ستاره است، میپذیره تا ببینه. شاید شما صحبتتون این باشه که خب اگر این طور باشه ما گول میخوریم. نه خیر، ما در طول تاریخ گول خوردیم. تا این لحظه ما چقدر گول خوردیم آقای جوادزاده، دوستان من، که فقط گذشته رو به یدک کشیدیم که هیچی هم ازش نمیدونیم، هیچی هم ندیدیم، نه چیزی، فقط حرف زدیم.
حالا هر انسانی هم که میخواد بیاد الان مطلبی رو به ما بگه، اولین کاری که در ما ایجاد میشه جبهه گیری است، بدون اینکه خودمون بفهمیم. خیلی هم طرف رو دوست داریم، عاشقشیم، ولی خود به خود اون داشته های قدیم ما میاد، بدون اینکه خودمون متوجه بشیم جلومون پرده میشه. نوره، به قول حضرت رسول، پرده هایی از نور جلوی چشمانش بود. نور بود ولی بازم پرده بود. وای به حال ما. پس این که میفرمایید من متوجه نمیشم و نمیفهمم معلا رو، چون نمیفهمم پس مثلا میگم یارومه، سوال این هست، شما یارومه رو میفهمید؟ یعنی چی یارومه؟ این کلمه از کجا آمده؟ فارسیست؟ ترکیست؟ شما معنی میکنید به عنوان راهبر یا یار بزرگ، ولی از کجا اومده؟ شما اگر تفکیکش کنید، یار و مه، مه میشه بزرگ، یارم میشه دوست. آیا صرف این که شما کلمه یارومه رو به زبان میارید فهمی هم از خود کلمه دارید؟ یارومه یعنی ابراهیم میرزایی؟ یارومه یعنی اون آقایی که به قول شما 73,000 تکنیک آورد؟ یارومه یعنی اون آقایی که پاش گلوله خورد؟ آیا فکر نمی کنیم آقای جوادزاده که من و شما اشتباه می کنیم و کلمه یارومه رو در ذهن خودمون یه ترسیمی از آقای پروفسور میرزایی داریم؟ در صد که او اگر قرار بود در کلمه یارومه و اون صورتی که هست بمونه، دیگه با صدای خودش و آوای مبارک خودش ما چیزی به نام سلطان اسلام، صاحب، معلا و و و القاب دیگه نداشتیم. در صد که یک صورت بود، همون کسی که من و شما در ظاهر میشناسیم، ابراهیم میرزایی. پس چطور همینجور آمد هی هی هی؟ پس دروغه؟ فهم ما حالا کجا میخواد بره؟ ما از صاحب چه میفهمیم؟ همونطور که از یارومه چیزی متوجه نشدیم. صاحب یعنی چی؟ یک جا فرمودن صاحب حب در میان دارد. آی جواب زده، حب یعنی چه؟ حب یعنی دوستی. دوستی یعنی چه؟ دوست داشتن یعنی چه؟ اینجاست که جذبه به وجود میاد. حب دوست داشتنه، همون چیزی که بعضی از عرفا گفتند که چون دوست داشت خودشو ببینه پس آینه ای خلق کرد. میبینی دوست من؟ در هر یک از این اسما اسراری نهفته است. و هیچ کس نمیتونه کمک ما کنه الا خودش. ما صاحب رو همیشه میگیم مثل صاحبخانه، صاحب این بیت، صاحب این ماشین، صاحب این نمیدونم ملک و املاک، صاحب این حیوان، حالا هر چی که هست. اما این صاحب با این صاحب یکیه دوست من؟ پس برای فهمیدن صاحب حب یعنی عشق، یعنی جذبه، باید حبش در دل قرار بگیره، دوستیش در دل قرار بگیره. وقتی دوستی در دل قرار گرفت شما میشه آینش، اون وقت در شما نمود میکنه. اون وقت اگر تونستی دهنتو بدوز، برو بخیش بزن، توش سیمان پر کن، هر کاری خاصی بکن. یادت باشه اونهایی که بزرگتر از من بودن شما، مثل مولانا و دیگران، قبلا ادعا کردن، گفتن من ندانم که در درون من خسته دل کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. اون بعد از اون حبی که در وجود شما به وجود میاد، اگر تمام اون محفظهای وجود ما پر از سیمان بشه، ببندنش، اون حرف خودشو میزنه، اون کار خودشو میکنه دوست من.
اگر اینجا از نای من و نای شما صدایی در میاد، از من و شما نیست. من و شما خیلی زور بزنیم نیازهای روزمره و نیازهای انسانیمونه میگه، اما اون جایی که شما قد علم میکنید و سخن در راستای حق میگید، اونجا خود حق فکر میکنید تویی. اشتباه ما همین هست، اونجا حق جلوه‌گر شده، ما حواسمون نیست. پس شناخت صاحب در حب بشه، در دوست داشتنشه، در جذبه‌ای که هست. اما چطور میشه که این صاحب و این صاحب حب که همه چی در اختیارش هست، ما میتوانیم درکش کنیم؟ در اون زمانی میتونیم درکش کنیم که واقعا همه اعضا و جوارح ما رو صاحب بشه، که بهش میگن نقطه تسلیم. این چه تسلیمی است که من با همه داشته هام دارم میام تا مقابله کنم؟ من جان دارم، زن دارم، بچه دارم، خونه دارم، زندگی دارم، آبرو دارم، دوست دارم لذت ببرم. ببین با چقدر داشته ها میام، تازه این داشته های مادی من هست. وقتی میام به اصطلاح به سراغ داشته های معنویم، میگم اعتقاد من، فهم من، شعور من، درک من. خب با این همه وسائل من آمدم، بعد میگم آقا جا باز کن. جایی نیست، اول برو وسائلت بذار بیرون، بعد نمونش در همون تکنیک هاست. آقای جوادزاده، شما زحمات زیادی کشیدید و شاگردان زیادی رو تعلیم دادید و من در معبد گوهردش فکر کنم یکی دو جلسه هم در خدمت شما بودم و شالبن سبزای دیگه که تشریف آوردید برای مراسم و فیلمش هم هست الحمدلله. اما صادقانه من این رو عرض میکنم، تکنیک هایی که شما زدید، تیکه ای از چهار و مقدارش هم فکر کنم خط پنج یا شیش بود، آیا واقعا اون تکنیک ها همون تکنیک هایی بود که به اصطلاح یارومه به ما داده بود، یا هر کدوم اون نسبت فیزیک و اون چیزی که به ما یاد داده بودن یاد گرفته بودیم؟ و آیا فهمی هم داشتیم در اون تکنیک ها، یا فقط می زدیم؟ نه، ما واقعیتش رو عرض کنم خدمت شما، فقط یاد گرفتیم که یه سری اشکال رو تقلید کنیم، همینطور که یاد گرفتیم یک سری کلمات رو فقط بیان میکنیم اما روش تمرکز نداریم که معنیش یعنی چه، ما چی داریم میگیم، چطور هست که ما میخوایم زبان باز کنیم در مورد حق صحبت کنیم؟ آیا ما به اون درجه از معرفت رسیدیم که خودمون عدالت رو در خودمون به وجود بیاریم بعد از حق صحبت کنیم؟ آیا اونقدر وسعت داریم در مورد چیزی که صحبت میکنیم اگر در وجود نشست متلاشی نشیم، دچار تضادهای عجیب غریب نشیم؟ آنکه پیامبران بودن بیهوش میشدن و فرار میکردن و به دوگانگی میافتادند. چند تاشون رو میخواید خدمت شما عرض کنم از رفتارهاشون وقتی اومد چیزی که فکرش نمیکردن در وجود بشینه؟ کدومشون طاقت رو بردن؟ کدومشون چیزی رو خواستن وقتی که خداوند اومد ذره ایشو نشون بده طاقت رو بردن که حتی ببینند؟ به گفته و فرموده خودش، هر یک از این آیات اگر بر کوهی وارد می شد متلاشی می شد. چطور من نمی فهمم؟ هر روز از میکروفون مساجد داره پخش میشه آیاتش، من نمی فهمم، تکون نمی خورم. چرا؟
چرا منفجر نمیشم؟ دروغ داره میگه؟ ریا داره میکنه؟ اگر اینجور فکر میکنیم که خب هیچی، ولش کنیم دیگه، بریم دنبال کارمون. اما اگر معتقد هستیم پس چرا در قلب من اثر نمیکنه؟ قلب منم سنگه، پس چرا خوردش نمیکنه؟ ولی هر یک از این آیات میفرماید اگر بر کوهی نازل میشد اون کوه رو به خشوع وادار میکرد و یکسانش میکرد با خاک. چرا؟ چون صاحب کلمه داره. اونجاست که میفرماید کنون صاحب کلام با شما سخن میگه. اگر از اون قرآنی که شما میشنوید و من میشنوم به خشوع افتادیم، از این هم به خشوع میافتیم. اما چون اون رو فقط یه سری کلمات عربی میدونیم تو ذهنمون، خب خداوند اینو گفته اونو گفته، بله اینجوری ره داریم به ترکستان میبریم، هیچی نمیفهمیم، فقط یه چیزایی رو تو ذهنمون داریم بالا پایین میکنیم. اما وقتی که صحبت از صاحب کلام میشه، اگر کلام رو درک کردیم صاحبش هم میشناسیم. اگر صنعش رو دیدیم صانعش هم میشناسیم. اگر صنعش رو فهم کردیم که صنع این مهندس چه هست، به عظمت مهندس پی خواهیم برد. وگرنه اینی که شما یا من بگم مهندس مهندس، هیچی از آب در نمیاد. وقتی میگیم آقا ما صانع رو بشناسیم، حماقت کامل، صنعش رو بشناس. وقتی پی به صنعش بردی، عظمت او رو خواهی یافت. پس وقتی به کلامش پی بردی، وقتی کلام و آواش بهش پی بردی و بازت کرد، اون وقت به صاحب اون آوا پی خواهی برد، به صاحب کلمه پی خواهی برد. پس راه درک معلا، فهم صاحب، ادراک آقا در وجود خودت هست. نه من، نه بزرگتر از من در طول تاریخ نتوانستن و نتوانیم حتی به بچه خودمون اون رو نشون بدیم. این هست که در قیامت هم هر انسانی فقط با خود خالقش روبروست، بغلیشو نمیبینه. در صدی که میگه در اون صحرای قیامت همه جمعن، اما هر کسی با اعمال خودش و داستان خودش. حتی در اونجایی که نمونیش رو در قرآن ما میبینیم و بیان میکنه، میبینید که باز شخصیست درکش، ارتباط با او فقط با اوست، بغلی نمیتونه کاری بکنه. به همین خاطر هیچ پیامبری رو شما سراغ ندارید که توانسته باشه بیاد بگه بیاید من خدا رو به شما بشناسونم. فقط تعریف ازش کردن، فقط تمثیل ازش کردن، فقط مطالبی رو که فرموده بود بیان کردن. دوست من، عزیز من، شناخت در خود شماست. من هم به عنوان یک همراه کوچک عرض کردم که گیرهای ما کجاست برای شناخت. شما که اون آوا رو گوش کردید که فرمودن فکر شماست که جهان رو به اینجا رسونده، در جایش هم فرمودن به سریختن تطهیر وجود. اون آبی که مسیحی ها می ریزن یا غسل تعمید، اینجا اصلش این هست که صاحب فرمود به سر ریختن تطهیر وجود. اون جایی که پر شده از گذشتگانی که صحت و سقمش معلوم نیست و ملایان ادیان و تاریخ برای ما گفته و تمام فلاسفه و تمام دانشمندان و تمام بینشوران و اندیشمندان و پیامبران، مجموعه بشریت هیچ نمیدونه، هیچ
مگر آن چیزی که صاحب و مالک هستی به او گفته باشه و در وجود و در ذهن اون جای داده باشه. یک مثال ساده خدمت شما عرض میکنم آقای جواد ساده، اگر همین زمین نبود با همین آثارش، همونطور که فرمودن جهان بدون انسان نسیشت است و نزیبا، بل حاله ایست خاموش و اوریان و سرد. اگر واقعا انسان نبود و اینها رو نمیدید، این همه بهش معنا میداد؟ پس ادراک ما، فهم ما طوری در ما ارزندان وجود میکنه که از محیط اطرافش داره تغذیه میکنه. حالا این محیط اطراف یه وقت میبینید 1,000,000 سال برمیگرده عقب با آزمایشاتی که رو خاک و سنگ و آثار دیگه انجام میده، یا یه وقت میبینید مثلا 20,000,000,000 سال نوری میره جلو با یه تلسکوپی که داره. از کجا، چطور به دست آورد انسان؟ فرمودن علم میرود تا زنگارهای جهل را از اندیشه بشر بزداید، پاک کنه. عالم کیست؟ خالق علوم کیست؟ صاحب علم کیه؟ آیا علم جاندار یا جزء جهان نیمه جانه یا بی جانه؟ هوش علم کجاست؟ نهایت علم کجاست؟ علم در مقابل جهل چه جایگاهی داره؟ میخواید بازم برات سوال ایجاد کنم که هر کدوم اینها یک دنیای خاصی برای خودش داره؟ در خودت هست دوست من، یک آن بخوای همه رو خواهی فهمید، هم الله رو و هم اسمای دیگه. گرچه فرقی نمی کنه شما یارمه بگید یا هرچی که بگید، اسما حسناست، تمام اسمای زیبا مال خداست. پس شما هر صفتی رو که از او بیان میکنید، در اسمی رو که میارید، اگر فهم اون اسم داشته باشید در همون مقام قرار خواهید گرفت، اگر فهمش کنید. اگر فهم کلمه صاحب کنی، در صاحب جای میگیری، به همون اندازه وسعت میگیری. این گوی و این میدان در یارمه میخوای قرار بگیری، اگر درک کنیم که چه هست، به همون نسبت وسعت میگیریم. پس هر یک از اسما رو وقتی به درکش برسی، عین اسم میشید شما. فرصت رو از دست نده دوست من، راهشم به خدمت شما عرض کردم و انشالله جواب سوال دیگتونم در جلسه 13 خواهم داد، هم برای شما، هم برای دیگر دوستان، هم برای خودم. موفق باشی و زنده و پایدار. مالله.